در این قسمت با شکل عباسی هستیم که گفتگوی اختصاصی داشته با خانم رایکا زهتابچی. شفل از این گفتگو برای ما بگو. دقایق پیش گفتگو کردیم پیام با خانم زهتابچی. در پرسش نخست احساس ایشون رو پرسیدم به عنوان نخستین زن ایرانی تبار که تونسته جایزه اسکار رو ببره. اگر موافق باشی پاسخ ایشون رو بشنویم. حتی به فکرم خطور نکرد که ممکنه اولین زن آمریکایی ایرانی تبار باشم که اسکار ببره. احساس فوق‌العاده‌ای دارم. پدر و مادرم هر دو ایرانی هستند. پدرم 3 سال پیش بر اثر سرطان ریه فوت کرد. دلم می‌خواست بود و می‌دید. مطمئنم که خیلی به هم افتخار می‌کرد. خب خانم زهتابچی، پیام در فیلم نخستش هم با نام مادران به موضوع ایران پرداخته بود. در از او پرسیدم آیا برنامه آینده یا فیلمی که قراره در آینده بسازه آیا موضوع ایران خواهد بود یا نه. پاسخ ایشون رو بشنویم. I am very interested in telling Iranian stories. من خیلی علاقه دارم که داستان ایران و همینطور زنان رو بگم. من عمدتاً در جنوب کالیفرنیا بزرگ شدم. هرچه سنم بالاتر میره بیشتر و بیشتر از ایرانی بودنم لذت میبرم و هر روز در مورد فرهنگ ایرانی هم بیشتر چیز یاد میگیرم. برقراری یا حفظ رابطه با فرهنگ ایرانی در کالیفرنیای جنوبی آسون نیست. میباید تلاش میکردم تا اون رو درک کنم و بیشتر در مورد اون یاد بگیرم. الان بیشتر از هر زمان دیگه‌ای میخوام داستان‌های ایران رو بگم. الان در حال نوشتن اولین داستان بلند خودم در مورد مهاجرت خانواده‌ام از ایران در دهه 90 هستم. اینکه مهاجرت در نهایت سختی میتونه خیلی خنده‌دار باشه. خیلی به این موضوع علاقه مندم. خب در فضای مجازی پیام خانوم ها بیشتر تبریک گفتن، ابراز خوشحالی کردن و همین باعث شد بپرسیم از خانم زهتابچی که پیامتون برای خانوم ها و زنان ایرانی چه هست. موافق باشی بشنویم. من فکر میکنم هر کاری که دلتون واقعا بخواد رو میتونید انجام بدید. این پیام منه. شما قوی و زیبایید و هر کاری که از ته دل بخواید رو میتونید انجام بدید.